ترس یک هیجان قدیمیه. تقریبا از لحظه‌ای که وارد این دنیا میشیم تجربهش میکنیم. ترس چه زمانی ایجاد میشه؟ وقتی که یه موقعیت خطرناک یا تهدیدی برای سلامتی فرد وجود داشته باشه. به عبارت دیگه ترس پیشبینی صدمه جسمانی یا روانیه. به سایکودرام خوش اومدید. ترس محافظت رو برانگیخته میکنه. هم در مورد احتمال آسیب پذیری به ما هشدار میده و هم به یادگیری روش های مقابله کردن کمک میکنه. سه جور مقابله وجود داره: فایت، فلایت، فریز. فایت یا جنگیدن، یعنی بایستیم و با موضوع ترس‌آور بجنگیم. فلایت یا گریز، زمانی که از عهده تهدید یا خطر بر نمیاییم. و بالاخره فریز یا میخکوب شدن، وقتی که نه یارای مقابله کردن داریم و نه توان فرار کردن. بزرگترین ترس‌های شما چه چیزهایی هستند؟ و در مواجهه با ترس‌هاتون کدوم روش مقابله‌ای رو معمولاً به کار می‌برید؟ من همیشه از صحبت کردن توی جمع فراری بودم. دقیقا نمیدونم از کی این ترس افتاد تو جونم. حتی وقتایی که میخوام یه موضوع ساده رو به دوستان بگم، ضربان قلبم میره بالا و دستام میلرزه. اصلا متوجه نمیشم چی دارم بهشون میگم. حتی توی کارم هم از هر موقعیتی که نیاز به جلسه و سخنرانی و صحبت کردن باشه همیشه در میرم. حتی شغل مورد علاقه هم تدریسم نتونستم انتخاب کنم. ممکنه کسی باور نکنه، اما من تا حالا حتی پامو توی باورشم نذاشتم. با اینکه میدونم حیوانا توی قفسن، ولی بازم میترسم بهشون نزدیک بشم. توی خیابون سگ یا گربه میبینم جیغ میزنم. این حیوانای پشمالو هم که وای خیلی ترسناک ترم. خیلی از خودم خجالت میکشم. میترسم بچه هام هم شبیه خودم بشن. شاید خنده‌دار به نظر بیاد، اما ترس من از خانوم هاست. من هیچ وقت نتونستم وارد هیچ رابطه بشم. مثلا وقتی با کسی قراری میذاشتم، آخرش این اتفاق میافتاد که بهونه پیدا میکردم و کنسلش میکردم. تو رابطه اجتماعی با خانوما خوبم، اما تو بحث رابطه احساسی و عاطفی به طور عجیبی مضطرب میشم. حتی اگر احساس بکنم کسی داره به من علاقه میکنه، من عمدن جوری رفتار میکنم که انگار برام اهمیتی نداره. از وقتی که بچه بودم از امتحان متنفر بودم. بدترین روزای زندگی روزای امتحانمه. با اینکه به مطالب خیلی تسلط دارم، ولی هیچ وقت نمره خوبی نمیگیرم. همیشه هم بابت این موضوع خودم رو سرزنش میکنم. خیلی سعی کردم که اینطوری نباشم، ولی نمیدونم وقتی میام سر جلسه یه امتحان چنان وحشتی سر تا پای وجودم رو میگیره که انگار دارم میام پای چوبه دار. کابوسای شب قبلشم که اصلا حرفشو نزن. انواع مختلفی دارن: ترس از آب، ترس از خون، ترس از بیماری، تاریکی، ارتفاع، ترس از صداها، ترس از حیوانات، ترس از فضاهای باز یا فضاهای بسته، ترس از وسایل نقلیه مثل هواپیما، ترس از موقعیت‌های اجتماعی خاص یا شروع کردن یک کار جدید. ترس‌ها میتونن منطقی یا غیر منطقی باشن. به ترس‌های مرضی شدید فوبی گفته میشه. تا زمانی که ترس کارکرد خودش رو حفظ بکنه و باعث مسموم موندن ما از خطرات بشه، باهاش مشکلی نداریم. اما در اغلب موارد این هیجان اساسی مرزهای طبیعی رو رد میکنه و مانع یک زندگی سالم میشه. برای درمان ترس‌های آسیب زننده راه حل‌های مختلفی ارائه شده که در اینجا چند تاشو براتون میگم. یک، مواجهه. یعنی به ترس رو انجام بده. روبرو شدن ناگهانی و گاهی هم تدریجی با موضوع ترس. دو، آگاهی. خیلی اوقات ترس ما برای اینه که از رخداد پیش رو اطلاعات دقیق و کاملی در دست نداریم. پس با به دست آوردن اون اطلاعات ترس ما کم میشه. سه، الگو. یعنی تماشای افرادی که ترس‌های شبیه ما داشتن و تونستن بهش غلبه بکنن. چهار، حمایت اجتماعی.
ما در کنار دوستان صمیمی و افراد خانواده بهتر میتونیم با ترسامون روبرو بشیم. میتونیم ازشون بخوایم که در اون لحظه خاص همراه ما باشن. گاهی هم ممکنه مجبور بشید یک دوره درمانی رو در کنار یک متخصص یا روانشناس طی کنید. اما به یاد داشته باشید تنها چیزی که در این دنیا باید ازش ترسید خود ترسه.